با شما هستیم در بخش کلید نور و استاد نورالله کریمی با ما هستند در این بخش و ترجمه و تفسیر داره. سلام استاد، صبح بخیر، خوش آمدین. علیکم سلام. سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز و همکارای تکنیکی برنامه. صبح شما بخیر. بسیار خوش آمدین استاد جان. تشکر، سلامت باش. خب در ادامه صحبت ها و بحث های هفته گذشته که سوره یاسین تا آیه 9 ترجمه کردیم و امروز از آیه 10 شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره یاسین شروع کردیم تا آیه 9 رسیدیم. امروز انشاءالله اگر خواست خدا باشه از آیه 10 شروع میکنیم، اما یک مرور میاندازیم به هفته گذشته و بعدا به خاطر اینکه این آیه در حقیقت خلاصه همه 3 آیه 4 آیه ما قبل و یک مقدمه، یک تشریح هم بر آیه ما بعد خود هست. بنابراین آیه های گذشته را یک مرور کوتاه میکنیم، باز انشاءالله که آیه جدید شروع میکنیم. در آیه های گذشته لتنذر قوم ما انذر آباؤهم فهم غافلون، از این آیه شروع کردیم چون علت نزول قرآن کریم و بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را در آیه بر ما بیان میکرد که ما قرآن را به چی سبب بر تو نازل کردیم و به چی مناسبت تو را مبعوث کردیم، این را بر ما بیان میکرد تا آن قومی را انذار بکنی که پدران آنها انذار نشدند، که در غفلت فرو رفتن و بدین سبب شما هم با غفلت فرو رفتین. و بعدا امی پیام حق بالای اکثریت آنها تعقب پیدا کرد، امی کلام الهی، عذاب الهی بر بالای اکثریت آنها، اکثریت آنها ایمان نیاوردند. فرقه اولی کسانی بودند که پدران آنها، هدف از پدران آنها در بین دو نبوت زندگی کرده بودند، یعنی پیغمبری با آنها نبود. اما فرقه دومی فرزندان آنها که با آنها هم پیغمبری و هم کتابی نازل شده بود، بنابراین با نزول کتاب و با بعثت پیغمبر با آن هم اونا ایمان نیاورده بودند. باز همان وعده الهی که براتند از عذاب بود بر بالای اینها تحقق پیدا کرد، بله نازل شد و اینا اکثرتشان ایمان نیاوردند. و علت ای که اینا چرا قبول نکردند، دو آیه بعدی او را بر ما بیان کرد که اینا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون، ما گردانیدیم در گردنهای از اونها غلهایی را، همان آهنهایی را که همیشه سرهای از اونها را به بالا نگه می داشت که اینها پایین را نگاه کرده. آیه 8 و 9. آیه 8، بله. بنابراین در اینجا همان علت عدم ایمان آنها، عدم پذیرش پیام الهی، کلامهای پیامبران را در اینجا غرور آنها که سرهایشان بلند بود و ایش وخیره قبول نکردن. بنابراین در آیه 9 و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاخشیناهم فهم لا یبصرون، پس ما گردانیدیم در پیشروی از اونها دیواری را یا سدی را یا موانعی را و هم در عقب آنها در پشت از اونها موانعی را قرار دادیم و چشمه های از اونها را بستیم یا موانعی در چشمه های از اونها اونا دیده نمیتونن. 4 علت اصلی از اینجا بر ما بیان میکردن که چرا آنها ایمان نیاوردن. علت اول غرورشان، تکبرشان که سرهای از اونها با بالا بود. بعدن همان کارهای انحراف و خلافی که گناهایی که از اینها سر زده بود، در حقیقت اینا به دست خود یک سد معنوی قرار دادن که نمیتونستن بعد از او ببینن. یعنی در حقیقت قلبایشان مور شده بود، هم پیشرو و هم عقبشان. یعنی عقب برگشتن به این معنا هستن که نمیتونستن آنها از زندگی دنیوی هم لذت ببرن و پس برگردن و از گذشته عبرت بگیرن، این هم نمیتونستن و هم ایرم نمیتونستن که در مقابل پیش برن و راه درست را انتخاب بکنن و داخل جنت شون. در یک تاریکی زندگی، در یک تاریکی، بله، چشمایشان هم بسته. 4 خصلت از اونها که در اینجا آیت بر ما او را واضحا بیان میکنه که این سبب ها باعث شد که اینا ایمان نیاوردن. در آیه 10 و سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، سواء به معنای یکسان هست، برابر هست، مساوی هست، تا اینکه اینها را انذار بکنی و یا اینکه اینها را انذار نکنی، در هر دو حالت علی السویه هست که لا یؤمنون، اینا ایمان نمیارن. اگر اینها را بترسانی، اگر اینها را مژده بدی و اگر اینکه پیام تو، کلام تو بسیار مفید و مؤثر هم باشن، نافذ وحی هم اگر باشن، اینها نمیپذیرن. همو حالت قبلیشان و حالت فعلیشان هر دو یکسان هست، برای هر چی گفته شو هیچ است، تأثیری نداره. بله، اگر به اینها پیغمبر بیاین، وحی الهی باشه، هم هیچ فرقی نمیکنه و اگر که هیچ وحی نباشه و باشه، هم هیچ یکسان هست، اینها هیچ فرق نمیکنه. چون الله جل جلاله به انسان ها به خاطر دانستن و فهمیدن عالم بیرون از خود وسیله های شناخت به انسان ها داده که بعضی از این وسیله ها به باطن انسان و بعضی هم به ظاهر هست. که میتونه به وسیله از انسان
همان وسیله حقیقت ها را بفهم بشناسه. علمای وسیله های بیرونی را از قبیل چشم و گوش خطاب کردن مثلا میشه که انسان با دیدن و با شنیدن به حقیقت پی ببره و با موضوعات باطنی که براتند از قلب و وجدان و فطرت و عقل انسان هست که این وسیله ها هم وسیله های شناخت است. وقتی که کتاب نازل شده، پیغمبری آمده، به خاطر دعوت اینها باز باید از این ابزار هم استفاده میکردن، با پیام از اونها گوش میدادن، با قلبشان تعقل میکردن و تفکر میکردن، به این حقیقت ها پی میبردن. اما علی سویه هیچ فرقی به اینها نمیکنه، اگر پیغمبری باشه یا نباشه، اگر دعوتی باشه نباشه، اگر مژده جنت باشه و اگر اینکه انذار از جهنم یا ترس از جهنم، اینها به اینها هیچ تأثیری ندارن. به خاطر که علما در این رابطه میگن که همی ابزار که ما بیان کردیم، این ابزار در صورتی که در راه های خوب استفاده شوه، یکی ما در صورتی که درویه اگر باشن، مثلا صفتی که در شأن انسان هست اگر او را بیان میکنه و در ریاب شکل دیگر، اینا ریاکار هستن. اگر در صفت جانم مقابل هم چیزایی که بیان میکنه نباشه، به خاطر ای که یک چیزی از جانب مقابل کسب بکنه و به صفت انسان نیک پیش از یاد شود، در این صورت هم باز تهمت هم است. یعنی یک صفت، یک اوصافی که در شخص یک انسان نیست، او را بیان میکنه و در خود شخص، در خود شخص مثلا در صورتی که ریاکاری میکنه و مردم ببینه و مرا بگوید که چقدر معنویاتش بلند هست یا چقدر انسان خیرخواه هست یا نیک هست، به خاطر دیگرا اگر بکنه، در این صورت الله جل جلاله در آخرت میگه که تو به خاطر دیگرا کرده بودی. یعنی امتیازت این بود که دیگرا ما را ببینه یا تشویق بکنه یا ما را به صفت انسان نیک یاد بکنه. بنابراین تو پاداشت تا در دنیا کسب کردی. یعنی مردم تو را یاد کردن، مردم از باطن از اینها خبر نداشتن. بنابراین در دنیا مردم تو را به مو صفت، به مو خواستی که خودت میکردی، به او یاد کردن، یا تو را تعریف کردن، یا تو را توصیف کردن، یا به صفت انسان نیک یاد کردن. تو پاداشت گرفتی. هدف تو رضای الله نبود، خواست انسان بود. یا نشان دادم. بنابراین اگر در صورتی که هدف رضای الله نباشه، پس کسب ثواب هم نمیشه. بله، خواست انسان ساز. بعضی افراد هستن که به خاطر خواستهای شخصی خود باعث آبروریزی دیگران میشن. مثلا یک فرد مؤمن ما را، یک انسانی که با شخصیت از در جامعه، او را با اندکترین کارش در تلاش ازی هستند که بتانند آبرو عزت از او را لکمدار بسازند، حتی صفتهای خراب برش میتن. بله، در ای در جمله اوصاف بسیار بد، یک عمل بسیار زشت هست. اما ببینیم باز هم ای در غیبت هم داخل میشه. این غیبت چند قسم است. یکی آن غیبتی هست که کسی که در رأس هست، بالای یک ملت حاکم است، مثل یک بزرگ یا یک شخصیت بسیار شناخته شده، این غیبت کردن از این به مراتب از زنا، از چند مرتبه زنا کرده هم بلندتر هست. بسیار یک گناه زشت، بسیار یک گناه بد هست. و در عین زمان ریختاندن آبروی جانب مقابل، ریختاندن حیثیت جانب مقابل، خرد کردن از او، تحقیر کردن از او به چشم دیگرا هم یک عمل بسیار زشت و گناه هست. نباید انسان ها با آبرو و شخصیت دیگر گناه را فهمیده استاد ما عمل میکنیم، مثلا میفهمیم که می کار ما گناه بسیار بزرگ است، ولی باز هم دست به مو گناه میزنیم، ما مو کار میکنیم. در گناه میگن که بعضی گناه ها هست که کبیره هست، بعضی صغیره هست. اما بعضی علما میگن که گناه را ما نباید کبیره و صغیره گفته در پیش باشه. مثلا بگیم که گناه کبیره است ما ایر انجام نمیتیم و گناه صغیره است خیر ایر انجام میتیم، به این شکل نباید باشه. بنابراین هر گناهی که ما انجام میتیم، خواه صغیره خواه کبیره، راهی هست که انسان را به کفر میکشانه. بله، یکی عدم قبول هست، قبول نمیکنه که این، مثلا بگیم که شراب قبول نمیکنه، این موضوع جدا است. و یکی میفهمه و ایر انجام میته، این گناهکار هست. اما کثرت از این رفته رفته و بی‌پروایی از این انسان با مو کسی که یقین نداره و با کسی که یقین داره انجام میده تقریبا یکسان میکنه. یعنی اول از نکاتی که در آیه 11 بود تمام شد، تنها مغفرت و اجر کریم مانده. کوتاه که وقت به پایان رسید، مغفرت و اجر کریم در آخر، فبشر پس مژده بده آنهایی را که قبول کردن کلام تو را، کلام الهی را. به چی مژده بده؟ که بسیار انسان های را توقع دارن، همون لغزش ها، خطاهای انسان هاست، به مغفرت مژده بده که آنها بخشیده میشن و در آخر هم به اینها یک پاداشت بسیار بزرگ است، هم گناهانشان بخشیده میشه و هم پاداشت بسیار بزرگی در آخرت به اینها هست. بسیار تشکر. انشالله که هفته آینده صحبت های
بکه صحبت ها را خود شنیدیم. خوش آمدین. تشکر. وقفه میگیریم، پس از وقفه دوباره برمیگردیم.